مخلص همه دوستان عزیز، با یه غذای خوشمزه و لذیذ باز اومدیم مهمون خونه هاتون شدیم، اونم بادمجون. به به، ولی بگو مهربان چه بلای سر این بادمجون آوردی. یاران مهربان سلام، این دل برای خوشگل شکم پره. بادمجون شکم پر درست کردیم با یه رسیپی جدید و می‌خوایم بریم ببینیم که چی از کار در اومد. آره شما بشخوابتو بگیر من. به به، یه فروند بادمجون به من بدید و من ببینم دنیا دست کیه. وای 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 وای، خیلی دکله، نگاش کن. به به به، دوستان اینجا رو ببینید چی شده. یک کنون بدم به شما. اول من میخوام ببینم عطرش که دیوونه کننده از طعمش چیه. خوب خالی، بسم الله. خوب بریم با سنگک دورو کنجد بزنیم بر بدن. خوب رو بناله چه حالی بهش داده. دوستان قبول دارید بادمجون تو هر غذایی که بره خوشمزه است؟ عالیه. به ندرت پیش میاد کسی بادمجون دوست نداشته باشه. با این موادی هم که ما داخلش پر کردیم فوق العاده طعم عالی پیدا کرده. به نوعی میشه گفتش که بادمجون شکمپر مجلسی شده. شما یا همین رو درست بکنی قشنگ میتونی تو مهمونیات ازش استفاده کنی. آقا این داستان سر درازی داره، پس بهتره که دوستان تا انتهای کلیپون رو همراهی کنن، رسیپیش رو ببینن، با عشق و علاقه بپزن و در کنار عزیزانشون میل کنن و از خوردنش لذت ببرن. خدایش عالی عالی، و جای تک تک شما عزیزان همینجا کنار ما خالی خالی. خب دوستان میریم که دست به کار بشیم. اینجا چند تا بادمجون توپل مپل داریم، گردو که قرار آسیابش کنیم، رب انار ملس، گوشت چرخ کرده که با پیاز رنده شده مخلوط کردیم، یه دونه پیاز، چند حبه سیر تازه و سبزی موند که ترکیبی از گیشنیز و جعفری، چوچاق، کوتکوتو و نعنای محلیه. اینم از پودر سیر و پیاز، زردچوبه، فلفل سیاه و نمک صورتی. اگر بادمجوناتون مثل ما توپل بود از وسط نصف بکنید و اگر قلمی تر بود بدون اینکه پوستشو بکنید یه برش عمقی کوچولو تو شکمش ایجاد کنید. بادمجون دلمه‌ای هم میتونه گزینه مناسبی برای این کار باشه. فقط بادمجونی رو انتخاب کنید که شیرین باشه و دون نداشته باشه. روی بادمجونامون رو هم کمی نمک صورتی میپاشیم تا از طریق شکافی که روش ایجاد کردیم تا مغز بادمجونامون نمکی بشه و بعدش میچینیم داخل یه آبکش و یکی دو ساعتی بهش استراحت میدیم. توی این فاصله میریم سر گاز. داخل تابه داغ روغن میریزیم و اون یه دونه پیازی رو که داشتیم و نگینی خیلی ریز خورد کردیم در حد سبک و طلایی شدن تفت میدیم. فقط دقت کنید که پیازاتون نسوزه و بعد گوشت مزه دار شدمون رو بهش اضافه و تا اونجایی که آب اضافهش تبخیر بشه و رنگش تغییر کنه با شعله بالا اساسی تفت میدیم. حالا چند حبه سیر تازه خرد شده رو میریزیم تا حین سرخ شدن گوشت بوی خامیش گرفته بشه و عطرش رو رها کنه. خب حدود 3 قاشق غذاخوری از سبزیجات معطری رو که داشتیم به مواد گوشتیمون اضافه و همه رو با همدیگه یه تفت اساسی میدیم. دوستانی که به این سبزیجات دسترسی ندارن میتونن به جاش از گیشتیز و جعفری، نعنا و پونه کوهی خرد شده استفاده بکنن. حالا نوبت اضافه کردن گردویه که کاملا آسیاب و لهش کردیم. بهتره که دونه های گردو درشت نباشه. گردو رو در یه حد کوچولو تفت میدیم جوری که بافتش از هم باز و با باقی مواد خوب قاطی بشه.
اینم از ادویه هامون که بهش اضافه میکنیم. دوستان به یک نکته توجه داشته باشید. تمام مراحل آماده سازی مواد میانی بادمجونمون رو با شعله متوسط رو به بالا انجام میدیم و تایم خیلی زیادی رو هم صرفش نمی کنیم. در این حدی که همش رو با هم دیگه قاطی بشه عالیه. نگاه کنید به این صورت. حالا ربع انارمون رو می‌ریزیم و در حد مخلوط شدنش با باقی مواد تفت کوچولو می‌دیم. دقت داشته باشید ترش و شیرین و ملس بودن ربع انار بستگی به ذائقه و سلیقه چشایی خودتون داره و از هر کدوم که باب طبعتونه می‌تونید استفاده کنید. در آخرم نصف استکان آب جوش اضافه می‌کنیم تا چند تا جوش با هم دیگه بخور و گرد و گوشت و سبزیجاتمون قشنگ بپزه. در تابمون رو میذاریم و چند دقیقه بهش اجازه میدیم و بعد زمانی که آب اضافهش تبخیر شد همه رو میریزیم داخل یه صافی تا روغن اضافهش گرفته بشه. و از اونجایی که بادمجونامون هم خودش روغن جذب میکنه بهتره که مواد گوشتیمون روغن نداشته باشه تا غذامون خیلی چرب نشه. ببینید چقدر روغن داره؟ این میره کنار تا بریم سراغ سرخ کردن بادمجونامون. داخل تابه روغن میریزیم و زمانی که داغ شد بادمجونای نمکیمونو که شستیم و خشک کردیم از قسمت گوشتی و برش خوردش میچینیم توی تابه و با شعله متوسط رو به پایین طوری که حین سرخ شدن مغز پخت بشه سرخش میکنیم. وقتی که یه طرفش سرخ شد برش میگردونیم تا از طرف دیگش هم که پوست داره حرارت بخوره و یکم سرخ بشه. وقتی که از پخته بودنشون مطمئن شدیم کار ما تمومه. بادمجون سرخ شدمون میره روی کاغذ حوله‌ای تا روغن اضافهش گرفته بشه و بعد توی تابه تمیز بدون روغن مجدد بادمجونا رو میچینیم و به کمک یه چنگال با احتیاط داخلش رو گود و باز میکنیم. مراقبیم که پوست بادمجونمون آسیب نبینه. این کار رو با یه قاشق هم میتونید انجام بدید. حالا با مواد گوشتی خوشمزه و معطرمون که کاملا روغنگیری شده توی بادمجونا رو پر میکنیم. اون دسته از دوستانی که گوشت قرمز مصرف ندارن همین مواد رو میتونن با گوشت چرخ کرده مرغ یا بوقلمون هم آماده کنن که کاملا سلیقه‌ایه، اما طعم گوشت قرمز قطعا بهتره. این بادمجون شکم پر هم با نون هم با برنج بسیار خوشمزه است، اما با نون سنگک و سبزی خوردن واقعا بی نظیره. زمانی که توی بادمجونا رو کاملا پر کردیم در نهایت یه قاشق ربع انار رو با کمی آب رقیق رو میریزیم روش تا چند تا جوش کوچیک با هم دیگه بخوری که بافت بادمجونمونم مزه دار بشه. خب دوستان، بادمجون شکم پر ما آماده است. حالا وقتشه مثل همیشه با لایک و کامنت های پر عشقتون انرژی مثبت بفرستید و این پست رو سیو کنید تا به وقت نیاز در دسترستون باشه. از عمق جان نفس بکش، نگرانی هایت را به خدا بسپار، چایت را با آرامش خیال بنوش و تمام خاطرات خوبت را مرور کن. این تنها هدیه ایست که می توانی به خودت بدهی. روزای عمرتون گرم محبت، زندگیتون پر از عطر مهربونی و روزگارتون سبز و بهاری و شاد.